mu geldi aniden? Susmayan dudaklarına küs mü geldi aniden? İçinden, içinden sus mu geldi aniden? Susmayan dudaklarına küs mü geldi aniden? İçinden, içinden ceza mı? بریم سراغ رتبه اول این هفته برنامه تاپ 5. کسی نیست جز مهسا و آهنگ نزدیک میشم که در دو هفته متوالی در جزو تاپ 5 ها قرار گرفته. مهسا و آهنگ نزدیک میشم که مهسا اگه دقت کنین این روزا خیلی فعال شده و داره کارهای قشنگی هم میکنه و تبریک میگیم به مهسا عزیز. از همینجا میریم به موزیک نزدیک میشم. ویدیو رو میبینیم برمیگردیم و با و با مسعود امینی با شما خواهیم. وقتی حواست نیست اونقدر که مرزی جز لباست نیست، از پشت سر چشماتو میگیرم، بگو کیم وگر نمیمیرم. نزدیک میشم وقتی حواست نیست، اون وقت که مرزی جز لباست نیست، از پشت سر چشمات رو میگیرم. بگو کیم که برگشتم، بگو اگر نمیمیرم. کجای زندگیت بودم، نمیخواستم بدونی تو چرا به گریه افتادم. اگر اصرار میکردم تو رو از دست میدادم. منم اون که تظاهر کرد نداره دیگه احساسی، شاید
خب دوستان عزیز بیننده، ممنون که تا این قسمت ما رو پذیرا بودین در خونه‌های خودتون و تونستیم بهترین های تاپ فایو این هفته رو به تصویر بکشیم. همونطوری که قول داده بودیم بهتون در روز شنبه در برنامه تایم اوت، البته در بحثایی که بود قبلا، در بحثایی که در هفته های پیش بود، بررسی موزیک اینجا بود با موزیک ایران، چرا اینجا، چرا بچه داخل ایران، چرا اینجا کمکار شدن، چرا اونا پرکار شدن، و طبق به حال رأی‌گذاری که کردیم، رأی‌گیری که کردیم که کی میتونه جواب اینها رو داشته باشه، کسی نبود جز استاد مسعود امینی عزیز که دعوت ما رو قبول کرد و هر موقع که ما به استاد میگیم واقعا کاری داریم با جون و دل میاد و واقعا همینه که بعضی ها نام خودشونو نیگر میدارن و در همون جایی که هستن میمونن. استاد مسعود امینی، درود بر شما، خوش اومدیم به برنامه. سلام عرض میکنم، خواهد سلامتی و تندرستی دارم برای همه. خیلی متشکر اتاق فرمان و بینندگان این برنامه که در خدمتشون هستیم و چند دقیقه تحمل میکنم. درود بر شما امینی. اولا مرسی که اومدی با این همه کار و مشغله که داری اومدی و بتونی اون یه سری جوابهایی رو که اون نسل جوانی که بیننده برنامه است و مونده توی توهمی که آقا چه خبر، واتس گوین آن شده اینجا، موسیقی ما که 30 سال زحمت کشیدن اینا اینجا در لس آنجلس که بتونن خوانندگانی که الان داخل ایران هستن اینطوری بشن، درسته؟ این حرف منو شما قبول دارین یا؟ آره ببین، این یه زنجیره که در زندگی اجتماعی ما تداوم داره. قبل از ما بودن، بعد از ما اومدن، در آینده میان. اینا مردمان با استعدادی هستن یا انسانهای کنجکاوی هستن یا جوانای آرزومندی هستن که دوست دارن استعداد درونشون رو در واقع به منصه ظهور اجتماعی بذارن. و ببخشید من تو برنامه هوز رایت که پنجشنبه است رو توی همین برنامه در خدمتتون هستم، من عینک مشکی میزنم، توضیحا این که چشمای من حالش خوب نیست، خیلی سوال آره مال کهنسالی منه، چون در مقابل پروژکتور حساسیت پیدا کرده چشمم، همینجوری از چشمم اشک میاد، نه اینکه من گریه کنم، خودش حالش خوب نیست، ناخوشه خودش اینجوریه و پوزش میخوام. حالا هم که دیگه چی میگه؟ حالا دیگه این برنامه که کلن گل کرده و ترکونده و به حال امینی، این 30 سالی که این ور زحمت کشید، از شهرام سارتی ها، داریش ها، موین ها، از ابی ها، از کل این ستاره ها که الان بتونن بچه ایران در این جایگاه وایسن، چرا اینقدر کمکار شدن؟ ببین بچه های ایران در این جایگاه نمیتونن، هیچ کس در این جایگاه قرار نمیگیره، منطقه در یک جایگاهی بلندتر، در یک جایگاهی آقابونه تر، ولی این نمیشه. اینها یک بخشی از تاریخ موسیقی مردم میهن ماست که اینها یکی از مکاتب موسیقی ملی ماست که در دوران مهاجرت ادامه داره. حالا یه نسلی اومده بعد از انقلاب که تلاش میکنه، کوشش میکنه، نسل با استعداد و خدا رو شکر 70 میلیون مردم عزیز میهن ما هستن. این بچه های جوان خب بخش عظیمی از جامعه ما رو تشکیل میدن، مثل همه جهان، مثل همه دنیا، این همه آدم با استعداد هست. وقتی نگاه میکنیم میبینیم اونایی که مهاجرت کردن کلن اومدن بیرون 50-60 نبودن در از روزهای اولش، که حالا یه مقداری خیلی از عزیزای ما رفتن، قایده رفته، بدونم مهستی عزیز رفته، نادرپور عزیز رفته، خانم شمس رفته، منوشه سخایی رفته، سوسن رفته، خیلی ها به هر جهت همه رو بشمارید 7-8-10 تا یا 30-40 تا دیگه هم موندن، 40-50 تا دیگه هم موندن. از این 40-50 تا یه چند نفر خواننده هستن، یعنی چند نفر از این خواننده ها جز به خواننده های دسته یک هن. من فکر میکنم که ما باید اینجوری طبقه بندی کنیم، دسته یک ها، دسته دوهای دسته یک ها و دسته سه های دسته یک ها.
بعد دست دویی ها دست دو هم باز دست دومین های دست دو ها همینجوری و سومی ها که یه تعریف دیگه برای خودش داره به یه کار دیگه میکنه. اینه که جبت تیم ملی هنر دوران مهاجرت و موسیقی ما هستن به عنوان بلندگوها و وسیله انتشار معرفت شاعران و خلاقیت ملودی سازان به مردم و به جامعه هست که اون بخشی که هنرمند هستن و خلق میکنن فرهنگ سازن یا به تعریف روح نادرپور عزیزم شاد که فرهنگ سازان هم هنرمندان و مردم هم فرهنگ پذیران و این گونه است اصل واقعه. یک سری هستن که تولید اندیشه هنر میکنن با استعدادن و خدا بهشون لطفایی کرده و قادر هستن که در زندگی ملی ما با کاراشون تأثیر بذارن. حالا اینا رو هم دیگه شاید در 15 تا نشن، فکر نمیکنم بشن. حالا بخوایم با بعضی ها که نیستم در واقع در مسیر کهنساری دارن حرکت میکنن و میرن از بازی بیرون خود به خود، چون یه نسلی دیگه داره میاد، بازار عرضه و تقاضا عوض شده، اونی که امروز سی دی میخره یک کس دیگه است، اونی که امروز کنسرت میره یک کسای دیگه است. ما خودمون که کارمونه دیگه تو این شرایط سنی و کهنسالی و به قول معروف آخر عمری حوصله این حرفا رو نداریم. خب طبیعیه که یه نسلی دیگه آمده، چه ما بخواهیم چه نخواهیم. از این 7-15 نفر که موندن، یکی از فاجعات ملی ماست و اون اینه که همه دنبال اینا بیان بشن، آخرش میشن اینایی که هستن دیگه، از اینا که مهمتر که نمیشن دیگه. اینا هر کدوم یه دونن تو تاریخ موسیقی ما، اونایی که یه دونن و سرمایه های ملی ما هستن در دوران مهاجرت، در سختی، در تنگدستی. اکثر این آدمایی که من برشمردم رفتن به جو چند نفرشون که روح همشون شاد و همیشه با ما زنده